پیروزی بزرگ حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر ستارمر بعد از حدود 14 سال در انتخابات سراسری این کشور که در 4 ژوئیه 2024 برگزار شد بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. حزب کارگر بریتانیا با کسب 411 کرسی در این انتخابات پیروز و حزب محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک که تنها 121 کرسی کسب کرد رو با شکستی کم سابقه مواجه کرد. این نتیجه نشان دهنده تغییر چشمگیر در سیاست بریتانیا است. به لندن و مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا میریم و با لیلی نیکفر همراه میشیم. از بازتاب واکنش‌ها به پیروزی کارگرها در بریتانیا برای ما بگو لیلی. اگر بخوام بازتاب‌های داخلی و تحلیل‌های رسانه‌ای رو بگم، به خاطر اینکه بعد از حدود 14 سال محافظه‌کاران این ساختمون رو، یعنی اقامتگاه و دفتر کار نخست وزیر بریتانیا رو از دست دادن و یک حزب کارگر روی کار اومد، دارن تحلیل میکنن که اولا که آیا این یک پیروزی برای حزب کارگر محسوب میشه یا یک شکست بزرگ برای حزب محافظه‌کار، به خاطر اینکه بر اساس اون چه که تا الان منتشر شده در رسانه‌ها نشون میده که خیلی از کسانی که رأی دادن در این انتخابات به کارگرها بیشتر از عملکرد محافظه‌کاران ناراضی بودند، هم به خاطر مشکلات اقتصادی، هم به خاطر تعداد زیادی رسوایی که در طول مدتی که اونها روی کار بودند پیش اومد. یکی از اینها مثلا یک پارتی کریسمس بود که در دوران پاندمی کرونا اتفاق افتاد که با اینکه محدودیت در واقع محدودیت‌های فیزیکی، محدودیت‌های تردد وجود داشت برای بسیاری از مردم به صورت عمومی، خود حزب محافظه‌کار یک مهمانی گرفته بود. بحث رسوایی های مشابه زیاد مطرح بود در طول مدت زمانی که در واقع محافظه‌کارها روی کار بودن. در طول این مدت شاید بیش از 10 تا نخست وزیر عوض کرده حزب محافظه‌کار. مدام نخست وزیرهاشون استعفا دادن یا ناکارآمد بودن یا تحت فشار بودن که استعفا بدن. برگردیم به حزب کارگر. حزب کارگر خب آقای کیر ستارمر کمی به این معروفه که میانه روتر، حتی در داخل حزب کارگر که یک حزب چپ هست کمی متمایل به راست هست. حزب کارگر در طول این مدت خیلی در طول سالها متهم به این بوده که اسرائیل ستیزه یا یهود ستیزه، اما از وقتی که آقای ستارمر روی کار هست او مدام تاکید بر این داره که باید این چهره حزب کارگر تغییر پیدا کنه و اتفاقا طرفدار این هست که سیاست‌هایی که در حمایت از اسرائیل هست، حتی سیاست‌های خارجی حزب محافظه‌کار در خصوص مسئله اسرائیل رو هم حمایت کرده بارها. مسئله غزه، جنگ غزه یکی از اتفاقاتی بود که بسیاری معتقدند که باعث شد که در واقع خیلی از مناطق مسلمان نشین حتی رأی کمتری به آقای استارمر بدن، به خاطر اینکه اونها معتقدن که آقای استارمر بر خلاف تمام حزب‌های چپی که باید اتفاقا حافظ منافعی که حالا فلسطینی‌ها دارند باشه، بیشتر متمایل به اسرائیل هست. من همین الان که داشتم میومدم اینجا یک پروتستی بود که طرفداران حمایت از فلسطین برای این در واقع این راه انداخته بودن که نشون بدن که آقای استارمر باید هرچه سریع‌تر، در واقع خواستار این بودن که دولت باید حواسش باشه و ضد مسلمان‌ها یا ضد فلسطینی‌ها عمل نکنه. شاید در تصاویر ببینید یه سری پلاکارد‌هایی تهیه کرده بودن، تصویر بزرگ آقای استارمر رو رنگ کرده بودن و اون رو متهم می‌کردن به همکاری با اسرائیل در جنگ غزه و اون چیزی که اونها از بهش به عنوان جنایت در واقع در غزه می‌پردازن. مسئله دیگری که مطرح است این روزها در رسانه‌ها می‌بینیم، مسئله سیاست خارجی است که تحت بررسی قرار می‌دن.
این اولا اینکه خیلی فکر نمی کنن که اتفاق رادیکالی در سیاست خارجی بیفته، در خصوص مسئله ایران هم فکر می کنن که رسانه ها معتقدن که آقای استارمر روی مسئله هسته‌ای حساسه و احتمالاً برای بازگشت به برجام بتونه بخواد اقداماتی انجام بده.